از مرحله شناسایی که یه اشاره کوتاهی کردید در بخش اول صحبتتون که اصلا قراره که کی شناسایی کنه این اموالیو که گفته شده، وزیر اقتصاد گفت که اموال مندرس، کهنه و غیر قابل استفاده، اصلا این روند به چه صورت خواهد بود؟ شما چقدر اطلاع دارین در این زمینه؟ بسیار روند غیر شفافی است. یعنی اصلا اینکه این اموال رو کی، من عرض کردم اول برنامه، کی تشخیص داده که باید خصوصی سازی بشن، این اموال تو چه حوزه هایی هستن، چه جور اموالی هستن، اینکه تعریف مندرس بودن، تعریف غیر مولد بودن چی هست. ببینید درسته بسیاری از دارایی‌های دولتی اموالی رو که مثلا فرض کنید واحدهای تولیدی رو که در اول انقلاب اومدن به زور اموال خصوصی مردم رو بعد ازشون گرفتن و به عنوان اموال دولتی ازشون استفاده کردن در طی این سالها، بسیاریشون به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، به دلیل اینکه تکنولوژی‌هاشون، نحوه خط تولیدهاشون، محصولاتشون قدیمی بودن، درشون سرمایه‌گذاری نشده، به روز نشدن، به مرور اینها به مثلا بنیادهای اقتصادی ضررده تبدیل شدن و این نمونه های بسیاری ازشون وجود داره. بعضی هم اگر ضررده نبودن انقدر درشون فساد وجود داشته که به ضررده بودن رسیدن پس از مدتی. مثال های مختلفی تو همه حوزه ها، تو همه صنایع، تو همه واحد های تولیدی مثال های بسیار زیادی در این زمینه هست. اما اینکه به هر حال این تعریفش اصلا چی هست، تعریف یعنی مندرس بودن و تشخیص اینکه کدوم اموال باید فروخته بشن، کدوم اموال باید بمونن، خیلی مسئله که علامت سوال خیلی بزرگی بالا سرش هست. مسئله بعدی هم جا که فرمودن همکار عزیز اینه که الان شرایط اقتصادی فعلی چه نهادی، چه شخصی، چه ارگانی پول داره که بخواد بیاد این سرمایه‌گذاری‌ها رو انجام بده. ببینید یه زمانی مثلا وقتی که شوروی سقوط کرد، برای انتقال ساختار اقتصادی شوروی اومدن بلافاصله در همون شروع سقوط خصوصی‌سازی انجام دادن و عملا نتیجه اون خصوصی‌سازی چی شد؟ رفقای سابق حزب کمونیست که تنها کسانی بودن که دسترسی به بانک و وام گرفتن و انواع اقسام روش های سرمایه گذاری داشتن، اومدن و شدن اولیگارک های امروز در روسیه امروز. یعنی اگر هم در نهایت این به اصطلاح مولد سازی قرار بشه که خصوصی سازی واقعی انجام بشه، باز هم این اموال به دست کسانی سپرده خواهد شد که از خودی ها هستن، که دسترسی به وام های کلان دارن، که میتونن از امکانات دولتی استفاده کنن، همون بخشی که سالیان سال بهشون به بخش خصولتی اشاره میشه. یعنی در نهایت هم فروشنده خیلی داره در سایه و بدون شفاف سازی عمل میکنه و هم هویت خریدارها و هم هویت سرمایه گذارها بسیار غیر شفاف است.